سلام و وقت بخیر. احتمالاً دیگه تا حالا درباره اتهامات جنسی که علیه محسن نامجو خواننده مشهور ایرانی مطرح شده شنیدید. اتهاماتی که مدت‌ها بود علیه او مطرح بود. این اتهام‌ها در نقاط مختلف جهان مطرح شده. شهریور پارسال آقای نامجو در پیامی ویدئویی که از BBC فارسی هم پخش شد، این اتهامات رو به کل رد کرد. اول از همه بگم که من این شایعات و اتهامات رو قویاً رد می‌کنم. و اینم بگم که این اتهامات مربوط به ایام اخیر نیستن، بلکه چندین سال قبل وارد شده بودن، همون موقع هم رد کرده. آقای نامجو دیشب اما در یک پیام ویدئویی از کسانی که از رفتار و گفته های او آزار دیدن عذرخواهی کرد. دوستان، خانم های محترم، بنده محسن نامجو بابت هر گونه رفتار یا گفتاری که در سالهای گذشته نسبت به شما اشتباه و یا آزارنده بوده، صمیمانه، خالصانه و متواضعانه عذرخواهی میکنم. هم از شما و هم از خانواده نجیب و محترمتان و نیز دوستان مشترک دلجویی میکنم. اما حالا ساعتی پیش فایلی صوتی منتسب به او به بیرون درس کرده که ادبیاتی کاملا متفاوت از پیام عذرخواهی پیشین او داره. و آقا شما دارید کسی رو از کار میندازید که ببخشید با کمال تواضع عرض میکنم، یک ساعت نفس کشیدنش برابر با 6 ماه زندگی هر کدوم از شما هاست. نه عزیز، خانومه هیچ بعید نیست که اصلا لزبیان هم نیست. تنها راهی که میتونه توجه جلب کنه این که بگه لزبیانم. چرا؟ برای که اگر بگه به عنوان زن استریت، خودش میدونه اینقدر چیزه، بالاخره خداداد یه چیزایی دیگه، اینقدر جذابیتش از چیز متوسط کمتره که هیچ چیز دیگر هم تو زندگیش نیمده جبرانش بکنه. یعنی خوشگلی که نداری بابا، حداقل تحصیلاتی، کاری. از اول شروع میکنم نو مینز نو. کی میگه نو مینز نو؟ بابا کجای ادب؟ اصلا سراسر زیبایی ادبیات فارسی به اینا دقیقا به خاطر همین که نو مینز هزار تا چیز. باید اشاره بکنم که اینها بخشایی از یک فایل صوتی 17 دقیقه‌ایه که همین اواخر به بیرون درس کرده. پوشش درست خبرهای این چنینی بی نهایت دشوار و پیچیده و زمان بره، هم از نظر روزنامه نگاری و هم از نظر حقوقی. خیلی ها مستقیم و غیر مستقیم در این چند ماه گذشته پرسیدن چرا برخلاف ماجرای آیدین آقداشلو به ماجرای محسن نامجو نپرداختیم. تیتر اول اما حالا میتونه اعلام کنه که از 5 ماه پیش در حال تحقیقاتی گسترده درباره اتهامات وارد شده به آقای نامجو بوده. تحقیقات ما نشون میده دست کم 5 مورد اتهام آزار جنسی علیه آقای نامجو مطرحه. در یک مورد یکی از آزار دیدگان گزارش این تعرض رو به پلیس هم اعلام کرده. تیتر اول این گزارش پلیس رو دیده، در اون اتهامات ضرب و جر و تعرض جنسی و حبس غیرقانونی مطرح شده. یکی از افراد آزار دیده میگه زیر فشار اطرافیان آقای نامجو دست به اقدام قضایی نزده. تحقیقات ما ادامه داره و در روزهای پیش رو گزارش های مفصل تری در این باره پخش خواهیم کرد. در پوشش خبرهای این چنینی ایستادن در جای کاملا درست کار ساده ای نیست، فقط میتونیم تلاش کنیم که دقیق و منصف باشیم. اما تحقیقات ما و روایت هایی که از آقای نامجو منتشر شده دست کم نشون میده گفته های عمومی و خصوصی او درباره این اتهام ها تناقض های اساسی با هم داره. این بخشی از ایمیلی که آقای نامجو به یکی از آزاردیده ها فرستاده و در آخرش گفته 100 سال دیگه اسم من که اون بالاست و این حرکت شما تا 1 ماه دیگه فراموش شده. شادی صد از مدیران سازمان عدالت برای ایران و حقوقدان از لندن با ماست. خانم صد، این 3 روایتی که از آقای نامجو در 3 فایل ویدئویی دیدیم تناقض‌های جدی با هم داره، چطور می‌بینید این رو؟ من قبل از هر چیز میخوام تأسف عمیق خودم رو ابراز بکنم از اینکه مواردی که در فایل صوتی آقای محسن نامجو میشنویم واقعا دردناکه برای همه کسانی که موسیقی ایشون رو دوست داشتن و اینکه یک هنرمند معاصر این گونه صحبت میکنه، نه فقط اینقدر تحقیرآمیز و توهین‌آمیز نسبت به زنان آزار دیده، بلکه حتی به طور کلی نگاه بسیار حاوی تحقیر و نفرت حتی میتونم بگم نسبت به کل زنان و نسبت به اقلیت‌های جنسی توش دیده میشه که واقعا جای تأسف داره. اما اگه بخوایم از زاویه راستی آزمایی و حقوقی نگاه بکنیم، نکته‌ای که برای من خیلی مهم بود اینه که در وقتی که ما این فایل صوتی رو در کنار ویدیوی معذرت‌خواهی که دیروز منتشر شده و خب می‌دونیم که این فایل صوتی مربوط به چند روز قبل از ویدیوی دیروز هستش ولی امروز تازه منتشر شده می‌گذاریم و همینطور روایت
برخی از آزاردیدگان میتونیم به طور منطقی و تقریبا کاملا با اطمینان بگیم که در مورد قضیه آقای نامجو آزار جنسی اتفاق افتاده. موارد جدی، یعنی بیش از یک مورد آزار جنسی جدی در پرونده ایشون وجود داره و حالا که در واقع ما با این حقیقت به دست آمده از تمامی مواردی که منتشر شده و در عرصه عمومی هست مواجهیم، سوال اینه که قدم بعدی چی میتونه باشه. قدم بعدی به نظر من مهمترین چیز در اینجای که ایستادیم اینه که ما باید از زنان آزاردیده بپرسیم که خواستشون امروز از جامعه چیست و همینطور میخوان چگونه نسبت به محسن نامجو دادخواهی کنن و بعد همه ما باید پی بگیریم مطالبات این زنان رو که بتونیم این جنبش میتو یا من هم رو که علیه آزار جنسی زنان هست یک قدم جلو ببریم. بخشی از صحبت‌هایی که به بیرون درس کرده همین فایل صوتی که بخشش رو پخش کردیم طولانی از 17 دقیقه هست، اشاره میکنه به کسانی که این در واقع اتهام‌ها رو علیه او مطرح میکنن و به نظر میرسه که در واقع داره میگه اونها سوء نیت دارن به دلایل مختلف، از جمله شبیه آن چیزی که شاید حسادت ازش یاد شده باشه، و به افراد مختلفی اشاره میکنه، حتی اسم شما هم در جای میاد و میگه چطور هستش که مثلا شادی صدر نمیاد جلو و در این مورد حرفی نمیزنه. یه نکته که من میخوام بگم اینه که اعتراض زنان و جنبش زنان در ایران نسبت به مسئله آزار جنسی که به شکل گسترده در جامعه ما شیوع داره و وجود داره، چه در خیابان‌ها، چه در خانه‌ها، چه در فضای عمومی، چه در فضای خصوصی، امروز و دیروز و پارسال شروع نشده، بعد از جنبش میتوی جهانی شروع نشده. من خودم شخصا 11 سال پیش مقاله نوشتم و در اون اشاره کردم که اکثریت قریب به اتفاق مردان ایرانی یا خودشون آزارگرن و یا با سکوت و همراهی با آزارگران در واقع کمک می‌کنن که این روند و این چرخه خشونت تکرار بشه. و بعد در اون زمان بسیار مورد حمله واقع شدم به خاطر اینکه در واقع جامعه به نظر می‌رسید هنوز این روایت‌های زنان رو اونقدر نشنیده بود. حالا امروز این درسته که من شخصا در عرصه شبکه‌های اجتماعی تا وقتی که نسبت به موضوع حداقل تا حدی که خودم میدونم مطمئن نباشم نمیتونم اصلا نظر بکنم، برای من مستند حرف زدن به عنوان یک حقوقدان مهمه، اما در مورد قضیه آقای نامجو قطعا در مورد من این سرق نمیکرده، به دلیل اینکه من شخصا حداقل با دو تن از آزاردیدگان به طور مستقیم در رابطه بودم، روایت های اونها رو میشنیدم و چون ممکن بوده در این روند حقیقت یابی که سعی میکردم هر کمکی از دستم بر بیاد بکنم بتونم در آینده نقش جدی تری داشته باشم نسبت به یک واکنش در شبکه های اجتماعی، از واکنش در شبکه های اجتماعی خودداری کردم تا بتونم این روند رو در واقع بهش کمک بکنم. اما امروز بعد از انتشار معذرت خواهی، ویدیوی معذرت خواهی دیروز و همینطور فایل صوتی امروز، دیگه سکوت من بیهوده است و برای همین میتونم در خدمت شما باشم و راجع به این موضوع صحبت کنم. بنابراین اینکه آقای نامجو فمینیست ها رو به فمینیست های متعهد باسواد تحصیل کرده و غیره و فمینیست های بیسواد تقسیم میکنه، به نظر من یک تقسیم بندی که میخواد شکاف بندازه بین فعالان جنبش زنان و من شخصا فکر میکنم که احتیاج نداره برای اینکه تجربه زیست زنان بیان بشه و زنان بتونن صحبت بکنن تحصیلات آکادمیک داشته باشن. ما باید یاد بگیریم که گوش بدیم و باید یاد بگیریم که همواره یک قدم پشت آزاردیدگان وایستیم و به اونها نگاه کنیم و گوش بدیم که چه میخوان و سعی کنیم که این جنبش رو جلو ببریم تا اصل موضوع که به نظر من ساختاریه که باعث میشه که آزار جنسی بازتولید بشه اتفاق بیفته و سکوت نسبت بهش اتفاق بیفته و هیچ نوع پاسخگویی نباشه از میان بره. همونطور که به درستی اشاره کردید واقعا به خصوص برای روزنامه‌نگاران، حقوقدان‌ها هم همینطور، بررسی پرونده‌های اینچنینی بسیار پیچیده و دشوار هست، هم از نظر روزنامه‌نگاری هم از نظر حقوقی بسیار زمانبر هست. من متوجه هستم که بسیاری ممکنه کلافه بشن که چرا اینقدر طول می‌کشه، ولی بالاخره بخشی از روند هم روزنامه‌نگاریش هست هم حقوقی، برای اینکه هیچ اشتباهی واقعا نمیشه کرد در این موارد و باز هم با تمام این تلاشایی که آدم میکنه باز هم هیچ موقع شما 100% نمیتونید جای درست قرار بگیرید. همونطور که در ابتدای برنامه گفتم فقط میتونیم تلاش بکنیم که منصف باشیم و دقیق. در بخشی از حرفای آقای نامجو به نظر میاد که اتفاقا در همون ویدئوی اولی هم که بی بی سی منتشر کرده بود هم آمده بود که به من واسطه تجاوز نمیچسبه. دست کم در گزارش‌هایم که ما دیدیم حرفی از تجاوز نیست، حرف از آزار جنسی است یا در یکی از موارد اقدام برای احتمال تجاوز وجود داره. میخوام بپرسم ازتون که چقدر در این موارد که مردانی و در بعضی موارد هم زنانی میگن که من رو با فلان چیز مقایسه نکنید، برای اینکه کیفیت این کار با دیگری قابل مقایسه نیست، جای تأمل داره؟
به نظر من این خیلی موضوع مهمی که شما اشاره کردین، چون در واقع آزار جنسی یک طیف گسترده از رفتارها را در بر میگیره که میتونه مثلا از آزار جنسی کلامی شروع بشه تا شدیدترین نوع خشونت جنسی که تجاوز هستش، و این طیف خیلی وسیع رو ما الان در فارسی به عنوان آزار جنسی میگیریم، و در حالی که به نظرم مهمه که در هر مورد ما بگیم که اون رفتار یا اون جرمی که اتفاق افتاده چی بوده و متناسب با اون برخورد کنیم. برخی از این رفتارها جرمهای بسیار جدی هستن، مثل تجاوز یا اقدام به تجاوز. برخی از این رفتارها رفتارهایی هستن که میشه در واقع اونها رو منشأ فرهنگی بهشون داد، یا ندانستن طرف، یا اینکه فرض کن با یک عذرخواهی ممکنه حل بشه. رفتارهای مثل همین شوخی‌های کلامی جنسی یا رفتارهایی که بسیار آزاردهنده است اما به هر حال از نظر بسیاری از سیستم‌های حقوقی دنیا جرم محسوب نمیشه یا هنوز در محدوده جرم‌های جدی محسوب میشه. بنابراین ما اینجا با سه دسته رفتار رو بریم: یک سری رفتارهایی که جرم محسوب نمیشن اما آزار جنسی هستن، یک سری رفتارهایی هستن که جرم هستن اما جرم‌های جدی نیستن، مجازات‌های سبکی براشون میتونه در نظر گرفته بشه، این سه رفتارها هستن که جرم جدی هستن و مجازات ها جدی هست. بنابراین خوبه که وقتی در عرصه شبکه های اجتماعی برخورد میکنیم این تفکیک ها رو قائل باشیم و اجازه ندیم که همه رفتارها و همه کسایی که آزارگر جنسی هستن به یک گونه باشون برخورد بشه، چون اون وقت اون رفتارهای جدی بی پاسخ میمونه و کمرنگ میشه از سرش در قبال رفتارهایی که اونقدر جدی نیستن یا با اصلاحات فرهنگی ممکنه بتونن حل بشه. ممنونم از شما شادی صد، حقوقدان از لندن با ما. این رو هم اشاره بکنم که ما تلاش کردیم با آقای نامجو تماس بگیریم ولی گوشیشون به نظر میاد که از دسترس خارج شده.